سلام به همه علاقمندان به سرمایه گذاری و همه اونایی که دوست دارن اطلاعاتشون به روز باشه توی این ویدیو میخوام در خصوص معتبرترین پاسپورت های دنیا و قوی ترین پاسپورت های دنیا با شما مطالبی رو اشتراک بذارم ببینیم کدوم کشورها قویترین قویترین پاسپورت ها رو دارن و ما چجوری میتونیم با خرید ملک یا سرمایه گذاری تو این کشورها اقامتشون رو عقص بکنیم و ضمنا راههایی که میتونیم اونجا یک کسب و کاری برای خودمون راه اندازی بکنیم هم با هم بررسی کنیم قوی ترین پاسپورت دنیا مربوط به کشوری در همسایگی ایران که چهل سال پیش تصمیم میگیره که مسیر رشد و توسعه رو خیلی خوب و قوی طی بکنه با هزینه زیاد توی زیرساخت و برنامه‌ریزی درست و جذب نخبگان و و تصمیم و اتقاض سیاست های درست تونست مسیر توسعه رو خیلی خوب و پرسرعت طی بکنه و در همین دوران کرونا هم شاهد این بودیم که با جذب بیش از یکصد هزار برونویس حرفه ای از سر و سر دنیا و اعطای ویزای طلایی به اونها سعی کرد خودش رو به عنوان قویترین کشور منطقه و به عنوان هاب بلاکچین توی منطقه معرفی کنه و گذاری زیادی توی این زمینه بکنه و بیاد از بلاکچین توی آموزش درمان و حمل و نقل استفاده بکنه و سعی کنه توی این حوزه هم به عنوان لیدر منطقه عمل کنه کما اینکه این سرمایه گذاری سرریز دانشش توی حوزه های دیگه هم خواهد بود اون کشور امارات متحده عربی هست که با موبایلیتی اسکور یا MS 181 بالاترین میزان امتیاز در بین کشورهای مختلف از نظر قدرت پاسپورت رو به خودش اختصاص داده کسانی که اقامت امارات رو دارن به 123 کشور با ویزای رایگان میتونن مسافرت بکنن به 58 کشور ویزای در بد و ورود و 17 کشور هست که باید حتما قبلش ویزا دریافت بکنن توی این ویدیو میخوام در خصوص این جزئیات با هم مطالبی رو بررسی کنیم ببینیم اون کشورهایی که فکر میکردیم خیلی پاسپورت قوی دارن واقعا این پاسپورت رو دارن این قدرت و اعتبار رو دارن اصلا نحوه این خدمتون عرض شود که امتیاز ای به این پاسپورت ها کلی اطلاعات جذاب دیگه بریم روی این سایت بهتون مطالبی رو نمایش بدم لیست تمام این سایت ها رو توی توضیحات مربوط به همین ویدیو در کانال یوتیوبم هم به اشتراک میذارم لینک ها رو همه میذارم می که شما بتونید از اون استفاده رو کنید که اینا اطلاعاتشون آپدیت میشه و نیاز هست که شما این تغییرات رو ببینید همونطور که مشاهده میکنید از سایت پاسپورت ایندکس در قسمت رنکینگ دو قسمت گلوبال شما یه همچین صفحه رو داشت همونطوری که مشاهده میکنید ام اس 181 بالاترین میزان موبیلتی اسکور و امتیاز توی حوزه پاسپورت و رنکینگ پاسپورت ها هست و این اختصاص به امارات داره من روی این کلیک کنم بریم وارد جزئیات بیشترش بشین همونطور که مشاهده میکنید توی تصویر خب جلد تصویر پاسپورتشون به صورت شکلی که سمت چپ قرار داره اطلاعاتی رو که این کنار قرار داره 181 موبیلتی اسکورشه به سر 16 کشور بدونه ویزا میتونن هر مسافرت بکنن و ویزای بعد رو 58 کشور 7 کشور هم به ای احتیاج داره و 17 کشور هم نیازمند دریافت ویزا قبل از مسافرت هستن جمعیتشون 9 میلیون و 900 هزار نفر و جالبه اینجا میبینید که مولتی اسکوره تو سال 2019 یه افت شدیدی هم داشته این دقیقا یعنی از 179 اومده به 90 و این تقریبا تو همه کشورها اتفاق افتاده این مربوط به دوران شیوع کووید 19 هست و این محدودیت های کشور مختلف برای اینکه جامعه خودشون تو سیف سای قرار بدن اعمال کردن و اجازه ندادن از هر کشوری و از یک کشورهای خاص مثل چین به اون کشورها مسافرت بکنن که بتونن جلوگیری بکنن از شیوع و همهگیری این بیماری مرگبار که باعث از دست رفتن تعداد زیادی آدم در سراسر سر دنیا شد خب همینطور که سمت راست صفحه میبینید این دسته بندی رو با رنگ های مختلف ایجاد کرده من این نمونه رو کامل توضیح میدم خدمتون بقیه موارد هم به همین نف هست این 17 کشوری که اینجا با رنگ قرمز هم مشخص شده و سمت راست هم این لیست رو میبینید کشورهایی هستن که اگر کسی بخواد با پاس امارات به اون کشور رو سفر کنه نیازمند این هست که حتما قبلش ویزا دریافت کنه افغانست اینا این لیست بر حساس حروف الفا الفابت الفا، هست الفای انگلیسی هست و به این صورت لیست شده همونطور که مشاهده افغانستان حالا من نمونه رو میخونم استرالیا عرض شود که لیبی کره شمالی و امریکا ونزوئلا ترکمنستان اینها جزء کشورهایی هستند جزء این 17 کشوری هستند که حتما باید قبلش با پاس امارات شهروندان امارات حتما ویزا دریافت کنند حالا کشورهایی که با ETA یه نوعی ویزای 90 روزه میتونن از بشم... با پاس اماراتی بهش مراجعه کنند و به اون کشور را مسافرت بکنن کانادا، نیوزلند، پاکستان، کره جنوبی سریلانکا و انگلستان هست حالا به انگلستان این ایتی ایش 180 روزه و زمان بیشتری رو برای شهروندان اماراتی در نظر گرفته مورد بعدی ویزا به صورت ارایوال هست و یا به صورت ای ویزایی که بر اساس هر کشور جلوش توضیح داده و 90 روزه است یا بعد به وروده و اون 58 کشوری که حالا اونجا لیست کرده بود نمونه هاش اینجا میبینیم مثلا هند ایران عراق کنیا ماکاو عرض شود حالا لیست همطور که مشاهده میکنید نپال نیجریه تایوان سودان خدمتون عرض شود که توگو ترکیه زیمبابوه کشورهایی هستند که توی این لیست قرار گرفتن رنگ بندی بعدی رنگ سبز هست که ویزا فری 90 روزه هست یا اصلا کلا ویزا فری مثل بحرین که مثلا ویزا فری اصلا لیمیتیشن زمانی نداره روش کشورهایی از جمله ارمنستان آرژانتین اتریش اوسترا... باهاماس برزیل چین شیلی کوبا خدمتتون ارز شود ام... کشورهای دیگه دومینیکا عرض شود همینطور که مشاهده میکنم فرانسه آلمان یونان هایتی هنگ کنگ مجارستان ایرلند اسرائیل ایتالیا ژاپن مصر و کوزوو قزاقستان کویت و سایر کشورهایی هستن که تو این لیست میگنجن 116 و... کشور هست که تو این بندی قرار گرفته پس میبینید که چقدر قشنگ اطلاعات کاملی رو به شما ارائه میکنه که شما میتونید بر اساس اون ببینید وضعیت هر کشور چجوریه ببینید داستان اینه این که هر کشور به کشور دیگه اجازه بده یه خب یه قسمتی بحثای سیاسی و تعاملات بین دو تا کشوره و بقیه مواردم به سوابقی که حالا دو تا کشور در گذشته داشتن اینا همه عواملیه که باعث میشه این لیست هی آپدیت بشه چیزی بهش اضافه شه کم شه و هم خب همه کشور دنبال این هستن که این شرایط تحصیل کنن تا بتونن منابع مالی رو جذب کنن چون یکی از روش های درآمد جذب توریست هست که خب به خیلی کشورها این رو خیلی سریعتر بهش رسیدن و دارن ازش استفاده میکنن برگردیم به پرزنتیشنمون همونطور که توضیح دادم این تصویر بود و مطالبی که میخوام توی این ویدیو با شما به اشتراک بذارم اینه که اصلا این رده پاسپورت ها چجوری از رنگ پاسپورت گرفته تا یعنی رنگ جلد پاسپورت گرفته تا منطقه جغرافیایی نحوه محاسبه این شاخصه این موبیلیتی اسکوره این ام اس که 181 بود برای امارات چجوری اصلا حساب شده اصلا هر یه دونه امتیاز این اگر بخواد افزایش پیدا کنی دنیایی کار بعد اون پشت انجام شه اینجوری هم نیستش که یه نفر یه توی سایت نشسته باشه مثلا برای خودش یه امتیاز داده باشه کلی ورودی و داده های مختلف وجود داره که میاد اینا تجمی میشه و بر اساس یه متدولوژی که اعلام کردن به یه عددی میرسن که اون عدد اعلام میکنن وبسایت های معتبر تو این زمین است که خب حالا از این پاسپورت ایندکس یکیش هست من استفاده کردم مورد دوم هست که با شما در میون میذارم بحث شاخص امید به زندگی لایف اکسپکتنسی که خیلی شاخص مهمی یو هر سال این رو اعلام میکنه و بر اساس اون میان یکی از یکی از فاکتورهای محاسبه این شاخص خوش استقبال ترین کشورها رو با هم مرور میکنه قدرت پاسپورت ایرانی رو با هم دریافت اقامت با خرید ملک و سرمایه گذاری رو با هم با جزئیات کامل میبینیم و منابع قابل توجهی رو بهتون معرفی میکنم که بسیار اطلاعات بروز و خوبی داره که خیلی بهتر از اون چیزهایی که شما توی حالا جای مختلف میبینید از اینجا میتونید اطلاعات مورد نظرتون رو به دست بیارین رده بندی ها بر اساس شاخص انتخابی شما و روش سرمایه گذاری نقل انتقال پول به اون کشورها دو تا منبع هست هنلی اند پارتنرز به عنوان یه وبسایت بسیار معتبر هست که توی حوزه رنک پاسپورت استفاده میشه و پاسپورت ایندکس که الان سفر رو براتون باز کردم و دیدیم این هلیان پارتنر بیشتر به ما کمک میکنه تو حوزه دو قسمت دوم کارمون در حوزه سرمایه گذاری خرید ملک و دریافت اقامت این کشورها ازش استفاده بکنیم رده دوم پاسپورت‌های های معتبر مربوط به کدوم کشورها سوئد آلمان فنلاند لوکسامبورگ اسپانیا فرانسه ایتالیا هلند استرالیا، اتریش و سوئیس و کره جنوبی جزء رده دوم حساب میشن اینها همه موبایل اسکورشون یکی اما یه تفاوتی دارن بریم این, این تفاوت چیه خب من بیام توی رنکینگ قسمت گلوبال که بزنم به من این لیست دسته بندی رو میده همونطور که مشاهده کنید مابلیت اسکور همینه 174 هست در رنکینگ دوم اما تو سوئد برای کشور سوئد با پاس سوئدی به 129 کشور میشه مسافرت کرد بدون ویزا اما در انتهای لیست کره جنوبی به 121 کشور در نظر داشته باشین کره جنوبی تنها کشور آسیایی هستش که بعد از امارات که تونسته توی رنکینگ بالا تا این مرحله قرار بگیره و اعتبار پاسپورت بسیار بسیار بالایی بر خودش اتخاذ بکنه بریم سراغ لیست بعدیمون همونطور که دیدیم بعضی اینا رو من با قرمز مشخص کردم بیشتر این که ایرانی ها اقامت دارن یا تمایل به مسافرت به این کشورها رو دارن تو سوئد البته به همین صورت هست و این وضعیت وز... نشون میده حالا بعضی فکر آدم رو رتبه دوم مثلا یه سه کشور دیگه باید باشن که میبینیم نه در اختیار اینجور کشورها قرار گرفته رده سوم دانمارک بلژیک پرتغال، نروژ، لهستان، ایرلند، انگلستان، ایالات متحده امریکا و نیوزیلند. همونطور که عرض کردم آدم مثلا فکر میکنه که شاید مثلا امریکا و انگلستان باید رده های بالا باشن که اینطور نیست و توی همین رده هم تو رده رنکینگ سوم تو قسمت های پایین قرار میگیرن. برگردیم به سایت رنک پاسپورت ایندکس همونطور که مشاهده میکنید اینجا مثلا ایالات متحده امریکا با پاس امریکا به 119 کشور میشه بدون ویزا سفر کرد اما با بلژیک به 127 تا و این تفاوت از کجا ناشی میشه از اون شاخصی که حالا جلوتر با هم میبینیم که چجوری چه فاکتورهای جالبی رو در نظر گرفته رده چهار رو مربوط به چک یونان لیتوانی مجارستان ژاپن کانادا و استرالیا هست خب استرالیا هم جزو یکی از مقاصدیه که کلی از ایرانیا به اونجا سفر کردن و اقامت دارن و میبینیم که توی رده چهارم در چه قسمتی قرار داره و خب اینجا هم همونطوری که عرض کردم با رنگ قرمز مشخصه مثلا کانادا که خیلی یک قسمتی است که بالا کلی از ایرانیا اونجا سکونت دارن میبینیم که کلی به حال تو رده چهارم توی چه وضعیتی قرار داره و قدرت پاسپورتش به چه صورتی است رده پنجم سنگاپور مالت و اسلوواکی هستش که خب سنگاپور که میدونی یه کشور فوق العاده پیشرفته بزرگترین اکسپورت دنیا رو داره و بهش میگن آمریکا کوچیکه و بر یه شهر کشور جزیره است از قشم کوچیکتره و به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری درستی تو اونجا انجام شده و سیاست‌های خوبی رو اتخاذ کردن توی جذب منابع جذب نخبگان از سراسر سر دنیا حتی میدونید که مثلا خیلی بچه‌ای که المپیادیان و المپیاد ریاضی مخصوصا کسایی که تو حوزه ریاضی نخبه هستن اون کشور خیلی قشنگ اینا رو جذب میکنه و لایف استایل خیلی بالایی دارن حالا کسی کسی که اون کشور سفر کردن از وضعیت اون کشور خبر دارن یکی از هابای مالی تو حوزه بازارهای مالی قرار وجود یعنی تو اون رنکینگ قرار میگیره و خب کشور بسیار پیشرفته ایم اینجا هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم به همین صورت ما این لیست هم اینجا مشاهده میکنیم خب این لیست ادامه داره همینجور تا پایین در ادامه میریم ببینیم وضعیت ایران به چه صورتیه خب من برگردم اینجا ببینید این MS Mobility اسکوره شاخص قدرت چجوری حساب میکنه اولا اینکه ما 193 تا کشوری که عضو یو ان هستن رو جز این لیستا داریم و 6 تا قلم رو هم بهش اضافه شده توی این محاسباتی که پاسپورت ایندکس انجام داده تایوان و ماکاو هنگ کنگ کوزوو فلسطین و واتیکان در جمع اون 199 تا کشوره بعضا توی رنکینگ های مختلف میبینید این اه, 193 تا کشور نیست 199 تاست یا بعضا بیشتر از 199 است که میشه مربوط به ردیف دومی که الان ارز میکنم خدمتتون تفاوت این رنکینگ ها روش و متدولوژی محاسبه و کشورهایی که توی محاسباتشون در نظر گرفتن هست و این تفاوتی که شما می‌بینید خیلی چیز عجیبی نیست بیشتر باید برین سراغ متدولوژی روش محاسبهشون ببینید به چه صورتی این کار رو انجام دادن یه سری سرزمین هم تو دنیا داریم که اینا اصلا یه حکومت جدا یا پاس جدا ندارن زیر مجموعه که عملاً عین یه استان از یک کشور دیگه میمونه سرزمینهای الحاق شده ای مثل جزیره نورفولک استرالیا پلینزی فرانسه جزایر ویرجین بریتانیا و امثال هم هستن که اینا اصلا خودشون گذرنامه ندارن ولی زیر پرچم این کشورهایی که حالا به صورت حکومت مرکزی مسئولیت قوانین و مقررات و قانونگذاری و بحثای نظامی اون کشور رو دارن اداره میشن که توی این لیست ها به این صورت تفاوت ایجاد میکنه دو تا همونطوری گفتن هنلی گلوبال و پاسپورت ایندکس که جز سایت, سایت های بسیار معتبر توی این حوزه است که اینا لینک هاشو همرو توی توضیحات این ویدیو براتون قرار میدم حالا محاسبه این ام اس چجوری انجام میشه سه تا فاکتور داره یعنی سه لایه است موبیلیتی اسکور شامل ویزا فری ویزا نارایوال ای یا ای ویزا که اگه زیر سه روز باشه و ویزا در امتیاز ویزا در مقاله ویزا فر... که در نظر گرفته میشه به اضافه یه شاخص بسیار بسیار مهمتری به عنوان HDI Human Development Index که شاخص توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحده که سال 2018 منتشر شد و هر از هم این آپدیت میشه حالا این HDI که اینجا گفتم شاخص سوم فرمولش چیه ببینید این فرمول شامل اینه شاخص سلامت کشور و شاخص کیفیت زندگی چجوری حساب میشه کمترین امید به زندگی اصلا روش محاسبه با امید به زندگی سطح تحصیلات سالهای تحصیل و این اطلاعات که میاد در نهایت یه HDI و همونطور که میبینی سمت راست تصویر با این فرمول که زیر رادیکال ریشه سوم H در L در ای e مساوی HDI در نظر گرفته خب حالا اینا چجوری حساب میشه؟ این اصلا امید به زندگیه که یه لغت اینجا کمترین امید به زندگی همین لایف اکسپکتنسی چجوری حساب میکنن ببینید امید به زندگی در لحظه تولد یعنی چی هم همون ای که شما جای مختلف میبینید به زندگی در بعد تولد عمدتا از مرگ و میر نوزادی و اوایل دوران خردسالی متاثره یعنی چی مثلا توی کشوری میگن اگه به 20 سال برسن از اونجا به بعدش مثلا حتما حتما که نه مثلا با احتمال قریبی یقین تا 20 سال 30 سال زندگی میکنن بحث احتمال بقا هست امید به زندگی در هر لحظه از لحظات حیات فرد متأثر احتمالات بقا... احتمال بقا بازماندگان در سن خاص به امر تعداد جمعیت در سن پیشینه مثلا یه خدای نکرده توی کشور جنگی اتفاق میفته زلزله یه اتفاق عجیب و اینطوری میفته این احتمال بقا یه دفعه تغییرات میشه که خب این اشتی هم میبینید که یک ورودیاش متاثر از اون این میزان تغییر میکنه و به طریق اولا روی موبایل ام یا مولتی اسکور رنکینگ پاسپورت کشورها تاثیر مستقیمی قرار ایجاد میکنه تیکه دوم مربوط به تیکه سوم عمر متوسط میشه تعداد سالی که هر فرد در جامعه خاص زندگی میکنه مثلا تو کشور توسعه یافته این حدود 78 ساله در سایت دو کشورهای در حال توسعه بین 60 70 ساله این اختلاف از چی ناشی میشه تو کشور مثلا در حال توسعه بحث آلودگی هوای لایف استایل فشار کار استرس مسائل اقتصادی فلان و احمد. اما تو کشور توسعه یافته دیگه اینا به یه حد قابل قبولی رسیدن و این میزان استرس و فشار زندگی روی آدما به حد حداقل و در طول عمرشون بیشتر میشه و بحث آخر پهنه عمره که حد مدت حیات یک انسان رو به عنوان مبنا در هر کشوری برای محاسبه لایف قرار میدن و در نهایت ورودی اون محاسبات مربوط به امتیاز هر کشور میشه خب من برم روی سایت بهتون نشون بدم کلی اطلاعات این تیپی وجود داره مثلا این سایتی که الان اینجا با هم میبینیم من برم تو صفحه قسمت اول این سایت ببینید اومده ده تا کشوری که بیشترین طول عمر رو مردم تون تو کشور دارن در سال بر اساس اطلاعات آمار منتشر شده از یو این در سال 2023 مشاهده میکنیم موناکو 87 سال 87 ماه یک صدم سال متوسط سن که امید به زندگی توی این کشوره آقایون 85 و خانوم ها هشتاد و هشتاد این عملا همیشه توی تمام این کشورهایی که من دیدم خانوم ها بیشتر بوده این امید به زندگیشون تا آقایون فقط توی یکی دو تا کشور برعکس این بوده که خب حالا اونا هم داستانه خودشون دارن جای بررسی بیشتر داره و که حالا از حوصله این ویدیو خارجه هنگ کنگ ماکاو ژاپن لیختنشتان سوئیس و سنگاپور و ایتالیا و واتیکان و کره جنوبی اینا بیشتری این میزان امید به زندگی رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن این لیست پایین هم کمترین میزان امید به زندگی رو داره مالی و ارشد سومالی و, و دیگه حالا لیست ها رو اینجا میبینید که نیجریه که جزء پایین امتیازها هستند و خب این بر اساس اطلاعات منت... آخرین اطلاعات منتشر از یو هست که به اشتراک گذاشته شده بیایم پایینتر اینجا به ما یه لیست کاملی میده مثلا تو موناکو که دیگه همه میدونه دیگه کعبه آمال آرزو همه پولدارا مالیات نمیدن مثلا کشور عشق و همه، حالشون خیلی خوبه مثلا که متوسط امید به زندگی در اون کشور 87 ساله برای آقایون 85 سال خورده ای و خانم ها هشت... تقریبا 89 سال هست که برای امید به زندگی واقعا تو اشغال دیگه حداقل اینا صد پر کنه هنگ کنگ و ماکاو و ژاپن و لیخت نشان و سوئیس و سنگاپور و ایتالیا همینطور لیستیه که اومده تا پایین پس متوسط بالاترین نرخ امید به زندگی 87 ساله ببینیم ایران چقدره من ایران سرچ کردم اون 87 هفته شد 76 سال برای آقایون 74 و خانوما تقریبا 80 سال به عنوان متوسط امید به زندگی خب این خود اسمش روش امید به زندگی حالا شاید اتفاقاتی بیفته طرف بیشتر از این زندگی کنه این متوسطه و میتونه کمتر از این باشه که انشالله عمر شما بسیار طولانی و در کنار خانواده ایام بسیار خوبی رو طی بکنید سایت بعدی که مربوط به این موضوع هست ماکرو که میاد وضعیت روند امید به زندگی رو میگه در حال حاضر که این ویدیو داره در سال 2023 تهیه میشه 73 ماه 16 صدم سال در کل دنیا هستش و نرخ رشد نرخ رشد هم 24 در درصد هست و همینطور که میبینید تا سال 20 پیش بینی میشه که این نرخ امید به زندگی به 81 سال متوسط در دنیا برسه و این نرخ رشد هم رشد جمعیت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و این دلیلیه که کشورها سیاست های مربوط به مهاجرت رو این جور چیزا توی خودشون تقویت کرده این هم همونطور که میبینید نرخ رشد مثلا 2023 73 بوده سال 2011 70 سال متوسط امید به زندگی در دنیا بوده و این نرخ رشدش تا الان بوده که این نشون حالا رشد بحث فرهنگی اجتماعی اه، اه، تحصیلاتی بهداشته که توی کشورهای مختلف رعایت شده یه سایت دیگه هم هست همونطور که مشاهده میکنید اینجا لیست کرده البته عدداش متفاوت اینا هم بحث متدولوژی محاسبه است هنگ کنگ دیده با 82 سال برای آقایون 88 سال برای خانم ها نرخ رشدش 58 همه نخ مرگش 6 و 8 همه درصده که اینا طرازشون منفیه حالا مثلا بیم یه کشور دیگری نگاه کن نیوزیلند 80 ساله برای آقایون 83 سال برای خانم ها 11 درصد رشد جمعیت نخ تول... رشد تولد داره 6 درصد نرخ مرگ میرشه که بالانسش مثبته بریم سراغ ایران خدمتون عرض شود که همونطور که مشاهده کنید 72 اونجا 72 برای آقایون 77 برای خانم ها 4 درصد نرخ رشد جمعیت تولد و اینجا 56 درصد نرخ مرگ و میره که بالانس ما خدا تو اینجا مثبت هست خب بریم سراغ ادامه پرزنتشن اون این امید به زندگی که حالی اسکرین شات از اون گذاشتم فایل سی اس وی شو میتونید بگیرید که حالا اگر قرار مثلا روش مقاله ای کار تهیه کنید کار تحقیقاتی انجام بدید از این طریق میتونید استفاده کنید بحث بعدی اون رنگبندی ما چهار رنگ پاسپورت در دنیا داریم قرمز سبز آبی و مشکی و بیشترین میزان پاسپورت ها جلد پاسپورت ها به رنگ آبی رنگ در دنیا با 84 تا بعد قرمز 68 سبز 40 و مشکی هفت پاسپورت کشورهایی که ولکامینگ خوبی دارن درشون واضحه و قول معروف برای همه مالدیو، قطر، مالزی، سریلانکا و ایران رتبه هشتم داره با 187 کشور میتونن وارد این کشورها بشن بدون دریافت یعنی ویزا, ویزا فری هستش براشون البته قطر در نظر داشته باشین که قرمزش هم کردن تا زمان برگزاری جام جهانی در سال 2022 به این صورت بود بعد از اون تغییر پیدا کرد به 96 کشور قدرت پاسپورت ایرانی رو با هم میخوایم ببینیم و اینکه ببینیم اصلا این ویزا چکره که ما مثلا به یک کشوری میخوایم مسافرت کنیم چه نوع ویزایی بهمون همون تعلق میده من برم سراغ این موضوع صفحه اصلی بیام اینجا اول ایران رو با هم ببینیم خدمتتون هر که بیام بالای بالا اینجا همونطور که خدمتون گفتم روی این که بزنم ایران بردارم اینو بذارم خب رو ایران که بزنیم موبیلتی اسکور ما 52 قوی ترین کشور 181 بود و ما به 11 کشور بدون ویزا میتونیم سفر بکنیم 38 کشور ویزا لازم داره و حالا من روی این رنگ بندی با هم دیگه اینجا میتونیم ببینیم به چه صورتی به این کشورها بدون ویزا البته ویزا فری ارمنستان دومینکن هایتی عراق قزاقستان ارشاد، مالزی ترکیه و بقیه کشورهای این 11 کشوری که ما میتونیم با مدل ویزا 90 روزه یا حالا زمان کمتری بزن دارن توی این بهشون مسافرت بکنیم و اون جاهایی که ویزا میخوایم یه چیز حدود 100 و چهل و شیش کشور هستن که برای ورود به اون کشور ما احتیاج به دریافت ویزا داریم حالا اون کشورها قطعا کشورهای خیلی قوی میتونن نباشن فقط داستان اینه که روابط دیپلماتیک و اون محدودیت هایی که وجود داره و اون اهمیتی که وجود داره بین دو کشور به این نقطه رسیده بحث بعدیمون بحث ویزا چکر هست من این ویزا چکر رو که برای شما بزنم شما میتونید ببینید مثلا من میگم از ایران میام اینجا انتخاب میکنم میگم از ایران میخوام برم سر... به مثلا مالزی اول اون های لاتینش رو میزنم به میگه یه ویزای چهار روزه ویزا فیریه بهت میدم بعدیش چیه اگر مالزی بخواد بیاد ایران یه ویزای 15 روزه اینو میتونید از ایران به هر کشور مقصد و هر کشوری به کشور دیگر اینجا چک بکنید که اطلاعات جذابی رو در اختیارتون قرار میده موضوع جذاب خرید ملک دریافت اقامت با خرید ملک هستش که توی سایت هنلین پاسپورت خواهیم دید و دریافت اقامت با سرمایه گذاری و اینکه این شاخصمون خودمون چجوری توش ایجاد بکنیم من برم سراغ سایت همونطوری که خدمتتون توضیح دادم اینجا ما اگر توی همین سایت هنلی گلوبال اگر قسمت کانتری رو انتخاب بکنیم اسکول کنیم بیان پایین به من داره اطلاعات کاملی میده مثلا میگه اگه بخوای مونتنگرو مالت یا اتریش بری یا حالا مثلا مونتنگرو مثلا میگه 650000 یورو بعد بذاری پروسه سرمایه گذاری که میخواد اکسپتت بکنه 8 تا 10 ماه طول خواهد کشید اطلاعات خیلی کاملی اینجا براتون ارائه میخواهد که بیام پایین کشورهای دیگه دومینیکا سل... اه، اه، سنت لوئیس دومینیکا ارسه و دیگه مصر اه، اتریش اه، ایتالیا ایرلند مالت موناکو حتی موناکو فکر میکنم ناتویله بله فعلا پرتغال اسپانیا سوئیس و انگلستان مثلا 50000 پوند اسپانیا 500 هزار پونده و تقریبا مثلا 20 روز طول میکشه سوئیس بین 3 تا 6 ماه طول میکشه بیایم پایین تر کانادا به همین صورت امریکا 800 80 دلار و بین 3 تا 36 ماه این پروسه طول خواهد کشید هنگ کنگ نیوزیلند سنگاپور 10 میلیون دلار دلار سنگاپور هست و تایلند و در نهایت هم امارات با 2 میلیون واحد پول امارات الان دیگه یادم ره چی بود درهم با دو میلیون درهم و بیش از هشت هفته زمان خواهد برد که وضعیت شما رو مشخص کنه و اگر به صورت ریال استیت بخواین ملکی رو اونجا بخریم فقط کافیه روی این قسمت بزنید بیاین پایین کشور مورد نظرتون رو انتخاب کنید مثلا اسپانیا روش کلیک بکنید وارد صفحه ای میشین که دنیای از اطلاعات و پروسه هایی که برای این موضوع مثلا میگه حتما باید فول آنرشیپ داشته باشه یعنی خودتون فقط باید مالکش باشین 500000 ملکی بعد اون به قول من ریال ری استیت باید پراپرتی که دارین میگین 500 هزار دلار یورو ارزشش باشه که حالا اطلاعات کامل رو شما اینجا میتونید مشاهده بفرمایید و در نهایت هم انتخاب اینه که من مثلا میخوام این رنکینگ اینا دادن اوکی ولی من میخوام یه رنکینگ خودمو داشته باشم میگم مثلا ریپیوتیشن کوالیتی لایف پروسس اینا دارم دو کلیک میکنم چقدر دیر می آه اه پروسسینگ تایم فراینده مثلا بررسی برام مهمه این سه تا شاخص ببین بگو کدوم کشور برام مثلا بهتره یا اتریش اردن مونتنگرو اجپت مالت ترکیه و نورس اه ما اه ماکدونیا دومینیکا بعضی این کشورها بهش برخورد میکنه اصلا مثلا اسمش هم تا حالا نشنیدی که خیلی جذاب میکنه داستانه و در نهایت هم موضوع جذاب نحوه انتقال پول و کسب و به کاره به یکی از کارهایی که خیلی راحت میتونید انجام بدین خرید و فروش ارز کریپتوکارنسی کارنسی تو کشورهای مختلف بر اساس قوانین مقرراتی که اونها دارن گذاری از اون طریق اونها و تبدیل و ریالتون و انتقالش از طریق ارز دیجیتال یا استبلکن ها به کشور مقصد هست توی کانال یوتیوب من اطلاعات بسیار کاملی در خصوص اینکه از صفر تا چیزی در نداری شروع کنی یاد گرفتن این موضوع از صفر تا به عنوان یک معامله گر حرفه ای قرار بیای بالا و کلی اطلاعات دیگه ای که توی این فایل هم لینکش گذاشتم تو کانال یوتیوب هم میتونید ببینید خیلی راحت میتونید اینا رو آموزش ببینید و این کسب و کارم برای خودتون داشته باشین امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در شبکه اجتماعی رساش برای دوستاتون کمک میکنید که شبکه دوستان ما زیاد بشه و بزرگتر و با گذاشتن کامنت و لایک ما رو حمایت میکنید موفق و پرسود باشید خدا نگهدار